اختر له هلال سره تاسو په ژوندۍ بڼه د هلال تلویزیون څخه ګورئ. له موږ سره په خپرونه کې استاد نورالحق عزیزي د علوم اکاډمي غړی او د تر څنګ عبدالحد هیکل د خرڅلاو مدیر. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. اختر مبارک. ژوندۍ اوسئ. هیکل صاحب ډېر تشکر از شما. اختر مبارک. شما هم مبارک باشه. ژوندۍ اوسئ. استاد از شما شروع کنیم که دیروز چطور گذشت و عید را به شما و فامیل محترمتان تبریک میگم. تشکر. باز هم ایده بر شما تبریک میگم و از طریق این منبر برای همه هموطنهای عزیز ما و دوستایی که نتونستیم با اونا ببینیم، با اونا هم از این طریق عید مبارک میگم. الله متعال همه را از گزند حوادث و روزگار در امان داشته باشه و الله متعال عید را سرآغاز خوشی ها و عید واقعی برای امت و برای ملت ما بگرداند. والله متعال برای طرفای درگیر جنگ خداوند توفیق نصیب بکنه که آنها برای ملت دل بسوزانند و این آتش جنگ را خاموش بکنند و برای امت، برای ملت ما خداوند توفیق نصیب بکنه که در وجود خود تغییر بیارند تا این حالت ما به طرف مثبت تغییر پیدا بکنه انشاءالله. هیکل صاحب، شما روز اول عید را چطور گذاشتندین و حالا روز دوم فکر میکنین که خوش گذشت برای شما؟ تشکر از شما. زنده باشین. ما هم به نوبه خود اولتر از همه عید سعید ادها را به تمام ملت مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که عید خوب خوش را سپری کرده باشین. الحمدلله روز اولید خیلی خوش گذشت. دیدن دوستا و بزرگا و اقارب رفته بودیم. الحمدلله خوب گذشت. بله. فکر میکنید چقدر شوخ هستین؟ یک سوال خیلی کوتاه. طبعا هر مرحله زندگی انسان شوخی های خود می داشته باشه. اگر دوره مکتب است، اگر دوره ماستری است و حتی می خود نشستن در نمی چوکی خودش یک شوخی را داره. بس خوبه. استاد شما در علوم اکادمی هستین، کار اونجا چطوره؟ بین دوستا شوخی اینا هستن یا نه همیشه سر به کار هستن بخی، یعنی وقت پیدا نمیکنه به این چیزا؟ طبعا زندگی دارای مراحل مختلف می باشه. خنده و شوخی و در چوکات معین و محدودی که چوکات فضایل اخلاقی است، این یک کمر ممدوح پسندیده است در شریعت اسلام. پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام مدایبه کرده اند، با اطفال شوخی کرده اند و همچنان شوخی کرده اند، مزاح کرده اند و با واقعیت گفتن. بنابراین در همه ابعاد زندگی، چون که طوری که گفته شدن خنده نمک زندگی است، در هر مورد در همه مراحل زندگی یک نیاز و یک ضرورت است. با وجود از اینکه ما متاسفانه کشور ما و ملت ما پر از غم ها و درد ها و مشکلات است، اما از باید که انسان خوشی ها را و مزاح و شوخی را در چوکات معینش هم فراموش نکنه. بله. هیکل صاحب به شما بیایم، فکر میکنین که تا به حال چی چیز شما را خیلی خوشحال ساخته؟ یعنی از روز اولید یا همیشه وقت؟ در عمرت. در عمر اولین چیزی که مرا زیاد خوشحال ساخته ای است که ردیت بالله رب و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسولا. خوشحال به ای استم که به دین مبین اسلام مشرف استم و خوشحال به ای استم که رهبر محبوب ما جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم امت از او استم. یعنی خدا وقتی که ما مقایسه میکنم با دیگه کسانی که در جامعه غربی زندگی میکنن و مسلمان نیستن، این چیز ما را بسیار خوشحال میسازه که الحمدلله ما دین مبین اسلام به او مشرف هستیم و این جای خوشحالی است همیشه برم. همیشه وقت ما به این خوش هستم که پیرو دین مبین اسلام است. بله. استاد شما برای زندگی چی تعریف میدین؟ زندگی یعنی مبارزه. خب خلاصه اگر بگوییم.
چون که زندگی از حالات ناگواری ها و مشکلات و چالش ها خالی نیست و این فیصله پروردگار است خلق الانسان من فی کبد. بناهن در مقابل چالش ها و مشکلات و سختی های روزگار اگر انسان از خود مقاومت نشان نده و مبارزه نکنه مشکلات و چالش ها بالایش غلبه میکنه و تحت تاثیرش قرار میگیره و نمیتونه که به شکل نرمال پیش بره و امو مسئولیت و مکلفیتی که داره در قبال پروردگارش و جامعهش و حتی در مقابل فامیلش و خودش او را نمیتونه به شکل درست پیش ببره. بنان انسان همیشه باید با چالش ها و مشکلات آماده مبارزه و آماده مقابله باشه و این در وقتی ممکن است که امو نیروی لازمی که در این مبارزه برش ضرورت است او را کسب بکنه و اعد لهم ما استطعت من قوه و این دستور پروردگار است که در مقابل همه چالش ها شما نیرومند باش و وقتی انسان مبارزه کرده میتونه که نیرومند باش. الله متعال ما به این خوش هستیم که الحمدلله در تحت بیرق اسلام و در کلمه مبارکه لا اله الا الله و محمد رسول الله و در امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به خاطر اقامه دین خدا در زمین خدا و به خاطر نشر حق در به قافله مبارک همکار هستیم و چالش ها و مشکلات زندگی که در طول این مبارزه برای ما پیش میشه این در حقیقت برای انسان مؤمن به خیرش تمام میشه طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرموده عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر ان اصابته سراء فشکر فکان خیر له و ان اصابته ضراء فصبر فکان خیر له. پس از برکت ایمان خیر و شر هر دو بر انسان مؤمن وقتی که میرسه هر دو به خیرش تمام میشه. بناهن از برکت ایمان از نعمت ایمان انسان در هر میدان انسان مؤمن پیروز و کامیاب هست و هیچ وقتی این بازنده نخواهد. هیکل صاحب شما در بخش کاریتان یک خاطره بر ما بگوین چون بخش بازاریابی اینا و بخش فروشات البته یکم جالبتر میشه شاید خیلی از کسانی که خریداری میکنن یک خاطره جالب ازش باشه یا در کل یک خاطره خوبی دارین جالب باشه برای بیننده ما بر ما بگوین. بله طبعا خاطرات که در چوکات کاری یا در اداره که انسان کار میکنه همه روزهای از او پر خاطره هست. یک خاطره جالب زیبا را من چی میکنم که در یکی از روزا از همکارا درخواست کردیم که شما به این پروژه چی شدین تعیین شدین که بیاین. باز اونا گفتن که من کار دارم نمیتونم مشکلات است چطور یعنی یک بهانه پیدا کردن. خب برای دیگه گفتیم اگه زنگ بزنیم عین می پیام بدیم و به خاطر همی کاری که برشان مشخص شده شاید نبیه. امروز او چی کردیم یا دوستان مشوره کردیم گفتیم اینا را خیلی زنگ بزنیم میگیم که امشب شما به یک پارتی دعوت هستید. جالبی بود که ما به پارتی افتیم دعوت است اونا بسیار لباسای خوب و پاک و زیبا و قشنگ خدا پوشته بودن و آمدن و او کار را که ما باید میکردیم او کلش یکم کاری بود که باید چی باشه یعنی یک لباس شاخه بود یک کار باشه که لباسای آدم عادی بپوشه. وقت ما با اینا دیدیم دیگه ما هیچ خدا گرفتن نتونستیم و همه به یک طرف یکی دیگه سعی میکردیم و خنده میکردیم و اونا وقتی که این وضعیت دیدن که ما خنده میکنیم چی بدون از اینکه صبر بکنن چی پس دوباره میتو حرکت کردن و رفتن. خب پس از این من جالب بود. خیلی جالب بود. اصلا شما خاطره ای دارین از دوران جوانی تان که یکم شما رو شادتر کنه خاطره خوبی باشه؟ بله زندگی خود پر از خاطرات است. یک خاطره ای که بسیار جالب بود که ما وقتی که به طرف برای درس خواندن پشاور می رفتیم از راه پیاده و در وقت مسجد ما خورد بود امروی برادر کلان ما امروی گروپ مجاهدین را حرکت میکردیم به طرف راه پشاور بودیم
وجه ما مجبور بودیم که از دریایی که منطقه بادبخ تیر میشی از لغمان باز به یک منطقه شهیدا میگن اونجا باید از دریا عبور بکنیم و اون طرف هم دولت وقت میفهمید که گروپ های مجاهدین از امیر را عبور میکنن اونجا کمین میگیرد از طرف شو او در نغلو هم زیاد اعلام میکردن مجاهدین تیر شده نتانند و در اونجا وقتی که ما امرای مجاهدین یک جوش دیری گروپ دیده ما دست به دست حلقه میدادیم که کسی را او نبره و یک تعداد می برده اون طوره که با من خود چون کسی نمه خورد بود من قدم هم نسبت به دیگر ها پایه ما بلند بود سره او بود تنها دو دست می تره بی تره بند و از اینجا آوازه شده بود که ایل او برده در طرف شهر آوازه شده بود که فلانی را بچه فلانی را او برده و از فضل خدا یه آوازه طرف وطن نامده بود همیشه پس دوباره آوازه خمسا شد یعنی او یک خاطر جالب و هم تلخ و هم شیرین برای ما بود که ما خوبیشی بود که ما به خاطر تحصیل و طلب علم در سفر بودیم علی متعال ما خود به این تسلیت میدادیم که ما در طلب علم هستیم مطابق فرموده پیغمبر صلی الله علیه و آله من خرج فی طلب علم فهو فی سبیل الله حتی یرجع این یکی از جمله خاطرات دوران تحصیل ما بود که ذهن ما فعلا آمد دیگه خاطرات زیادی شاید باشه خاطرات ما یک چیز که ازشان گرفتم از خاطره شما اینه که با سختی ها باید بجنگید تا بالاخره راحتی و هم به خودتان هم به کشور خود آدم بیاره از شما بسیار تشکر میکنم استاد نورالحق عزیزی عضو علوم اکادمی افغانستان و عبدالحق هیکل مدیر فروشات بسیار خوش آمدین به تلویزیون هلال تشکر از شما تشکر از برنامه وقفه میگیرید